سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ توی این قسمت میخوام راجع به چند تا جمله متفاوت بگم که میتونین موقع شادی یا ناراحتی یا شرایطی مثل اینا استفاده کنین. پس به جای اینکه فقط بگین I am happy or I am sad, you can use other sentences that we're going to review today. راستی یادتون نره که سابسکرایب کنید، لایک کنید و اگر دوست داشتین این پست رو با بقیه شیر کنید. آماده این؟ سای عزیزم، من اینجا چند تا جمله گذاشتم برای اینکه بتونیم به طریق مختلف راجع به شادی و ناراحتی و احساسهای منفی و مثبت صحبت کنیم. این سمت قسمت هپینس رو دارم و این قسمت سادنس. اولین جمله We're so delighted. این یعنی که ما خیلی خوشحالیم. پس delighted یعنی خیلی خوشحال بودن. She is thrilled. She is thrilled. خیلی خوشحاله. I am ecstatic. Ecstasy. خیلی خوشحالی. We're pleased with it. Pleased with something means that you're happy with it. You're satisfied. It's just what I wanted. همونیه که میخواستم. جمله بعدی I'm glad you like it. مثلا به یه کسی یه کادویی میدین و خب خیلی خوشحال میشه. I'm glad you like it. I'm on top of the world means that you're extremely happy and healthy. We're over the moon. We're so happy. این یعنی این که یه جورایی دارم رو ابرا میرم، خیلی خوشحالم. قسمت بعدی میرسیم به جملاتی که میشه موقع ناراحتی یا احساسای منفی گفت. I am a bit disappointed. یه ذره همچین ناامید شدم. مثلا یکی از دوستاتون یه کار بدی میکنه که شما ازش انتظار نداشتین. میتونین بگین I didn't expect that. I'm a bit disappointed. I could have done better. میتونستم بهتر باشم. میتونستم این کارو بهتر انجام بدم. مثلا امتحانتون رو خراب میکنین، میگین I could have done better. It's not what I wanted. It's heartbreaking. این یعنی که یه مسئله دیگه واقعا ته ناراحتی بوده برای طرف، دیگه حسابی ناراحت شده، قلبش شکسته. مثلا اگر یه کسی رو از دست داده باشه، کسی میگه که my heart broke، یعنی که قلبم شکست از این همه ناراحتی. He is miserable. دیگه همچین داره تو بدبختی زندگی میکنه، حسابی وضعش افتضاحه. And finally He is really fed up. خیلی شرایطش بده، همچین از همه چی بیزار و بدش میاد. He is really fed up. خب ممنونم که این قسمتم با من بودین. امیدوارم که تونسته باشم کلمات و جمله های متفاوتی رو بیارم تا شما بتونین موقع احساس مثبت و شادی و موقع احساس ناراحتی و منفی از این جملات استفاده کنین. تا قسمت بعدی.